رسول، ليتس جو. ليتس جو. دوستای عزیز، خوش هستم که باز از طریق پروگرام تلویزیونی خود میمان خانه های شما هستم و امروز دوستا میمان پروگرام یکی از سوپرستارای دیگر، یک هنرمند فوق‌العاده موفق. خوبی از این هنرمند دوستای عزیزی است که در واقعیت هنرمند مردمی است، آهنگای سر زبان است و آهنگای به اندازه شاد که من خودم هم همیشه این آهنگا را میشنم. پس کی باشه دوستا؟ براستی احمد شاه جان مستمندی را با خود داره، با ما باشه. دوستای عزیز، رقمی که گفتم سوپرستار امروز ما، هنرمند محبوب، هنرمند مردمی که همگی دوستشان داره و من خودم شخصا دوستای عزیز مثل برادر خود هم دوستشان دارم و هم برشان احترام دارم، احمد شاه جان مستمندی هستن. احمد شاه جان خوش آمده ایم. سلام بسی جان، تشکر، خوش باشین. میبخشین کمی دایرکتر صاحب ما کمک پیشانی ترشی میکنه، اگه از جای بخیزیم باز میگه کل چیز ستاپ خراب میکنه، اینا لازم میجه یک های فایف. اصل کار کده بخاطر یک فامیل ما قیدگیر است، نمیمانه کتر کسی. خب شوخی کدم، تشکر از لطفت. اما قسمی که گفتی، ما هم خودت مثل برادرم دوست دارم و افتخار میکنم به نامت و میخوایم که سلام خدا برای کسایی که برنامه زیبایت میبینن برشان سلام خود تقدیم کنم. امیدوار هستم که صحت سلامت باشن و خدا کنه از لحظاتی که با ما هستن برشان جالب باشه و خوش بگذره. زنده باشین. خب ما دوستای عزیز، کل دنیا احمد شاه جان به نام احمد شاه جان مستمندی میشناسه، اما من ولی جان میگمشانه. حالا اتدادانم یک قصه برای خودم عجیب میگه احمد شاه جان بگویم. امیر، اگر شما خودتان به دوستا بگوین که ایچی مسئله است، چرا ما و دیگه دوستایی که شما را از نزدیک میشناسن به نام ولی سرا صدایتان میکنن؟ خب اصلا قسمی که معمول است بسیاری از افغانهای ما و شما دو نام میداشته باشن، یکی نامی که در اسناد یا تذکره و پاسپورتی گپا، یکی هم نامی که در خانه صدا میکنن. و ما هم نامی که در پاسپورت هم از سابق در تذکره بود ولیست، و بسیاری دوستایی که همراه ما در فاکولته بودن بسیاری این مثل که خودت ولی میگی، بسیاری به نام ولی میشناسن و کسایی که از طریق هنر میشناسن به نام احمد شاه. هر دو نام به خودت میزه و
احمد شاه جان چون برنامه که دوستا بهتر آشنا دارم نام استفاده میکنم و نگفته نمونه نام مام در خانه رامش است. این یک راز دگام یک راز دگام. خب احمد شاه جان قم برای خودت از صمیم قلب تبریکی میگم. نگفتی چی را تبریکی؟ سیار جان نام خدا باز قهرمانی خود حفظ کرد و من میفهم که اونا یکی از برادرخوانده‌های نزدیک شما هستن. بله. سیار جان بادرزاده. بله سیار جان بادرزاده واقعا برام مثل برادرم است، دوست خوب است و این تبریکی را باید بر تمام مردم افغانستان بتیم. افتخار میکنیم به سیار جان و دیگه ورزشکارهایی که همیشه افتخار میرن بر افغانستان. دیگه تمام با شما باید خوش باشیم و افتخار کنیم به نامشان. زنده باشیم. همیشه موفق باشیم تمامشان. برشان ما هم از صمیم قلب تبریکی برشان میتم. خب احمد شاه جان در مورد سیار جان بادرزاده صحبت کردیم، مورد سپورت شد و من میفهمم که شما دوستای زیادتان سپورتمن ها هستن، سپورتمن های موفق و خودتان هم یگان نانچک بازی تان هم دیدی. موضوع نانچک بازی چی تو بود؟ خوشبختانه ولی دوستای بسیار خوبم، ورزشکارای خوب هستن. مدتی بود ما هم تکواندو کار میکردم. بس وقت ما در کلاب ایدری در کابل پیش استاد نور و استاد زیا تکواندو کرده بودم. باز برای ما فارمای نانچک یاد میدادن از اون وقتا کم کم یادم آمده. تکواندو هم تو سی یا نه کمربند هم داشتین خیلی؟ نه کمربند، بدون کمربند خب باز تکواندو نمیشه. در کدام کمربند رسیده بود؟ بله تا کمربند سرخ کار کرده بود. خلاص خیلی دیگه در کمربند خطرناک رسیده بود. خواهش میکنم. خدا دوستای عزیز براستی که او ویدیو را فکر میکنم از طریق فیسبوک هم نشر شده بود. به خود من جالب بود که یعنی به این سطح نام خدا شما، من گفتم یاد بروسلی افغانستان بخیر چقدر دل از او گشته باشه. یه دیگه خواهش میکنم به او سطح هم نیستم که بترسین مقصد در او کامتون. بسیار خوب. در مورد افغانستان گفتین اگر معلومات بتین احمد شاه جان که در کجا تولد شدین، تحصیلات در کجا به پایان رساندین و چطور موسیقی را انتخاب کردین؟ خب تولد من اصلا در قریه شیرخانخیل که در ولایت کاپیسا است، گلبار کجا تولد شدیم. مکتب ابتدایی و لیسه را در گرمزین میدان آبی بکرام خواندیم. بعد از او با سیستم جدید که سال 1368 بود فارغ شدم از سنف 11، باز امتحان کنکور دادم، فاکولتی ژورنالیسم کامیاب شدم و یک مدت خواندیم. باز تحولاتی که آمد باز تعطیل شد برای یک زمانی. بعد از او باز خواندیم دو سمستر که سنف 4 شدم. متاسفانه که باز نظر به خرابی اوضاع و جنگا و گپا نتانستم دیپلم بگیرم و باز از او از افغانستان برام. و موسیقی را باز از همون وقت موسیقی دیگه یک گپ بسیار همونتو حالا بین مردم ما پیخی آمیانه ای شده که از دوران طفولیت علاقه داشتم و ما هم به مخصم از دوران طفولیت علاقه ای که داشتم به خودم مرمنیه کم کم کار کردم. اول اکوردین بود، یک نغمه را یاد گرفته بودم، مرگ زرگسته که کل گیزه شروع میکنم. آیست آیست باز علاقه ایم زیاد شد. خیف امیر قیدگیر نبود دو وقت؟ نه ولی او وقت بسیار آزاد بود. خب بسیار خوب گفتین که در شیرخانخیل تولد شدین، در شمالی است دیگه. بله بله شمالی ولایت کاپیسا. امی دلیل است فکر میکنم که شما یک دوستای عزیز حتما متوجه شدین احمد شاه جان کاری که کردن آهنگ شمالی را که ساختن با یک سیستم جدید، چون معمولا آهنگای شمالی با اون وسایل محلی خوانده شده بود و شما با سیستم مدرن آهنگ شمالی را ساختین. اگه در مورد آهنگ شمالی، چون مورد خودم بسیار شخصا دوست دارم که چی رقم می آهنگ ایجاد شد. خب آهنگ شمالی را گفتیم از جان، من تصمیم داشتم که یک آهنگ بر شمالی بخوانم و کوشش میکردم که یک شعر خوب پیدا کنم، یک کمپوز خوب. و خوشبختانه که دکتر صاحب اسد جان بدی که یکی از آوازخوانهای خوب ماست، برشان سلام احترامات تقدیم میکنیم. برشان سلام تقدیم میکنم، خدا کنه جور سلامت باشن. باز اونا لطف کردن برام یک آهنگ برای شمالی شعر کمپوز برام دادن و باز موزیکش ساختم و کلیپش هم در طرف شمالی ثبت کردیم. با اجازه که یک دفعه خواستیم فیلم برداری و گپاش تصویر برداری شود،
بس کمکی باز اوضاع خراب شد، ما پس آمدم آلن. دو سال بعد رفتم باز امرای مشعل جان یوسفی که از دایرکترهای بسیار خوب است، باز کلیپ شمالی را اونجا شوت کردیم و باز برای رسانه ها دادیم. شما که میگین خوشتان آمده، ما امیدوار هستیم که دیگر دوستایی هم که دیدن برای نام جالب بده. همه گی که بردید آهنگ به اندازه سیبا و آهنگ ماندگار است. و در مورد کارهای هنری تان، چیزی که در کارهای هنری شما که ما دیدیم، شما همیش یعنی زیاد آهنگای تان که دیگر هنرمنده است. این مسئله اگه نیم ماشینی دارین در بین هنرمنده کمک این مسئله رقابت ایگپا است. ما کارهای شما را که میبینم رقابت ایگپا وجود نداره، چون نمیگی دوستای شما است. این چطور است؟ امیر اگه که یه ستایل کاردان است خودتان ایشه چه قسم؟ خوشبختانه بسیار خوش هستم که همراه آوازخانه هایی را که ما حتی به بار اول هم دیدیم بهترین دوستم شده. خب از ما فضل خدای مسئله این رقابت های نیست که مثال جنگ های اینترنتی باشه، تلویزیونی گفا. خوشبختانه همراه تمامشان دوست هستم و هر وقتی که از ما تقاضا شده که آهنگ یک جایی داشته باشیم و یا خودم تقاضا کردیم که آهنگ یک جایی بره همراه آوازخانه هایی که مثال یک جایی خواندیم، ما بسیار خوش هستم و خوش میشم که بتانیم اگر یک نفر باشیم یا دو نفر سه نفر زیاد، مهم است که آهنگ خوب باشه که برای مردم ما جالب باشه، شعر خوب انتخاب کنیم، ویدیوی خوب جور کنیم و کمپوز خوب باشه. این برای ما مهم است. مهم نیست که من تنها بخوانم یا کسی را تو اسادت کنم که بلگاه. امی آهنگ را که شما کت آریانا جان سعید و جان جاینده تواب جان آرش و دیگر دوستای هنرمندای عزیز که در ویدیو بودن، این خوی اگه آهنگ که بود که در این مورد امی آهنگ اگه صحبت کنین، آهنگ افغانستان مطلب هم است. آهنگ پیروزی یکی از آهنگای است که کمپوزش از تواب جان آرش است که بسیار دوست خوبم، برادرم است، دوست دارم، سلام خدمتش تقدیم میکنم. سلام برسه برشم. و تصدیبش از استاد بزرگوار آقای امیرجان صبوری است. بسیار خوب. خوشبختانه که همی آوازخانه را که نام گرفتین، ما یک جای یه آهنگ ثبت کردیم، در سویدن کلیپ شد. خوشبختانه که بسیار آهنگی بود که به گفته هم گل کرد و مردم بسیار خوش کردن آهنگ. بازوام هم تو آهنگ سپورتی است که یعنی نانچک بازی هم که تزو میشه و فوتبال هم حالا دیگه خودت نترسان هر دفعه نانچک نگوگه. حالا آهنگ برای ورزشکار افغانستان بود، واقعا آهنگ خوب، بسیار آهنگ مقبول از هر نگاه. خب آهنگ دیگه ایتان که یک قرسک همه تو جانانه است با یک هنرمند بسیار محبوب و خوب، ای آهنگ ساختیم. در مورد این آهنگ که تازه نشر شد در موردش اگه صحبت بکنیم. آهنگ توتی جگر همراه میدی جان فراغ یک جای اجرا کردیم. میدی جان فراغ بسیار بچه خوب و بچه شوخ طبیعت، آوازخوان خوب است، بسیار دوستش دارم. اما تو راست کرده شما جور آقای با خدا دیگه. آهنگ توتی جگر با میدی جان یک جای اجرا کردیم، کمپوز میدی جان جور کرده، شعر جوانگ یک قسمتش از محترم منان عمدل است و یک قسمتش خودم جور کردیم. ویدیوش هم رامجان عمرزاد داره ما در خود کابل. بسیار خوب. چون گفتین که اونام شوخ طبیعت هستن و شما هم نام خدا کم نیستین تا جایی که معلومات داره، یک حتما یک چیز جالب خوب بوده در وقت ثبت می آهنگ، در وقت ویدیویش اگر با ما شریک بسازین. خب خاطره جالب برای بعد خود ویدیو، آخر ویدیو جالب است. قسمی که در ویدیو میبینین که میدی جان برای من مسیج میکنه کجا هستی، یک جای میریم، یعنی گویا که ما را کسی دعوت کرده دیگه به حساب میمان دختر هستیم. این تو وانمود میسازه با وجود که فامیل هم قیدگیر، فامیل هم قیدگیر. با وقتی که میریم بس همه قسم سوژه را ساختیم که داخل و گودیگه که در واتساپ نه سوال میکنه شمک میزنه. واتساپ چی از من بلد نیستم. واتساپ بلد نباشی خیره این برنامه جور میکن. از من فامیل قیدگیر است از خاطر. خب بوره خب نیفهمی، اگر خود تام نفهمی کسایی که میشته کل گیر بود. باز جالب بودم اون گودیگه که میاد شمک و خنده، یعنی که یک شوخی بوده. بوره مامو قسمت اگه دیدم خودم راستی بسیار جالب بود. اما چا جان آهنگ توتی جگر بود،
بعد از او جگرجان یک دو ماه پیش ریلیز شده بود. بله. خیرتی خوب باشه. گفته مال خمیرات جگر گرفتیم خدا خیر پیش کنه. آهنگ جگرجان هم هنوز ویدیو نشده. یک روز دوش میکدم. همون تو زیلم آمد. شعر و تصادف باز کمپوز آمد و موبایل خود کشیدم ثبت کردم باز شعر و کمپوز از او هم استایسته جور کردم که موسیقی شد فاروق جان و وایز برم لطف کرد درست کردم تا فعلا ویدیو نشده شاید فرصت پیدا شد بخیر حتما ویدیو میشه نقصد کدام گپ خاص در جگر نیست صرف در شعر آمده در برای کسایی که جگرهایشان زیاد دوست داره برای از واقع بسیار خوب دوستان این آدم دوش بکنه اینی کلی. فایده ایش هست عزیز احمد شاه جان عزیز ما دیگه یک تیپ خاصی که دارن و کسایی که از نزدیک احمد شاه جان میشناسه ایره میفهمن معلومات دارن که کتزینا که آدم بیشینه اصلا دق نمیاره و باز اینا یک دکشنری خاص خود دارن یعنی بعض کلمات هست که به حساب کد رو استفاده میکنن و تنها دوستای نزدیکشون میفهمه که چی مطلبشان است چطور احمد شاه جان مثلا اگر یک چیز برای شما آسان باشه او رو میگن که هیچ ردبول تاریست یا اگر یک چیزی که دلتان نشه باز او رو میگن که فامیل قیدگیر از نمیشه یا میگن دقیق قیمتی وفانه خب این گفایی هست که همونطور سوری گفا هست ناخودآگاه میایه یا گفی که جالب باشه خصوصا در بین دوستا و در بین رفقایی که کتما بسیار همونطور مذاب میکنیسا دیگه پا جالب می باشه این مسئله که فامیل ما قیدگیر است از حساب دوستا بیخی برای من در بعض پروگرام های تلویزیون مود شده بود کلگی میگه این گفت امور ما گفتم در دفتر یک کپی رایت یک قرارداد جو میکنیم نه خب دیگه هم گفت هست که ابو تو جالب می باشه برای مردم دیگه یک هم تک کلام هست بسار خوب خوش مردم میگه که میگین دیگه گفت ها یک هم گفت میاه بساری هستی استعداد داره یا هم گفت میزنن اما شو جان عزیز شما در پالی کارهای هنریتان سر آهنگا که نام خدا همیش نماوری دارین ویدیوهایتان به اندازه کارتان پروفشنل و به سطح عالی است در پالی از او شما شرکت میکنین در محافل خوشی وطندارا و زیادتر آله که ما میبینیم شما چون دوالند هستیم دوالند زندگی میکنین شما اما حتی از اروپا خارج پروگرام هایتان معمولا در دبی در افغانستان زیاد می باشه حتی او روز یکی از این دوستا گفتم که احمد شاه جان دالن حال زندگی میکنم چون زیادتر در دبی و افغانستان ایجایات طرف پروگرام هایتان زیاد است یعنی حال هم خود در میجا هستین در هلند زندگی میکنم بله مسیح جان من هستم دالند هستم چون که اسمه 6 یا 7 سال میشه که من شرکت رسمی دارم به نام مستمندی میوزیک که من اینمی کارم است من از یک آوازخوان در هلند کار میکنم من کدام کار بار دیگه ندارم اینمی کارم است و وطندارای با لطف میکنن اعتبار میکنن مرا میخوان دعوت میکنن که در محافل خوششان بخوانم هر جایی که باشم من میرم و برشان برنامه اجرا میکنم دیگه می هنری که داریم در خدمتشان است که اونا لطف میکنن دعوت میکنن و فرق نمیکنه که هلند باشه هر جایی زنده باشیم باشه وقت باشه میریم یک چیز دیگه دوستای عزیز چون از این پروگرام کسایی که سوپر استارای ما را خوشبختی است که من زیادشان از نزدیک میشناسم و خصوصا احمد شاه جان این چیز من شاید بر شما قصه نکرده باشم یکی از موکل ما بود یک از این وطندارای ما بود افغان و اینا بعد از اینکه قبول شدن چند وقت بود عروسیشان بود بله. و در عروسی از اونا شما خوانده بودین و او برای من قصه میکنه میگه که چرا شما را دوست داره برای من یک روز در دفتر آمده بود قصه کرد که در عروسی خب امو عقل زمه که صحبت شده بود که منیجمنت شما و شما آمدین اونجا پرفارم کردین به اندازه محفل خوب گذشت در آخر اینا کمک کمبود شده بود امو مبلغی را که باید اسم میپرداختن و او را شما خودتان در اوجا گفتین به کسی که براتان کار میکنه که هیچ ضرورت نیست هر وقت که باز امکاناتش بود باقیشه بپردازه یعنی شما همیش از خود گذری میکنین و ای چی انگیز از این؟ خواهش میکنم ای درست ما شما درست است در ضمن از این کار میکنیم باید مشکلاتان باید درک کنیم صرف پول نمیشه که تمام فوکس خود سر پول بندازیم طبعا یک وطندارم از شاید امکانات کم داشته باشه
یک شاید هیچ نداشته باشه. شما هم در کارتان که همیشه وطندارای ما رو زیاد کمک میکنین. ما هم به نظر شخصی خودم همیشه ای بسار گپ خوب است که آدم همه امکاناتی که داره بتونه کمک کنه. و یک شما قصه کردین شاید یادم نباشه، مقصد من بسار خوش میشم که وقتی که از محفل میبرایم اونا یک رضایت خوب داشته باشن و خاطری خوش از ما داشته باشن از موسیقی یاد آهنگه. خوبی از این گپی است که خب امو روز هم تیر شد، بله بله، با شما هم تیر شد، اما کار را که کردین تا شما اینه مثلا فراموش کرده باشین مگم به یاد از اونا میمانه و بعض وقت من هم این کار کرده شده، اما خب یام ترس کاله کلی هم این کار نکنه که واسه خیر ببینم و کسایی که در یادشون میباشه بسیار یادشون میباشه این گفت آباز شوخی کردم این گفت آباز واقعا شبه بگویم با هر قدر بتانم کمک کنم. خب به می که میگیم ما از طریق هنر خود کمک میکنیم، کمکی نیست که ما باید یک پولی را بگویم اگه او داشته باشه نداشته باشه برای ما باید بده. کمک اینی نیست که باید گذشت کنیم امکاناتی که باید باشه در خدمت شما، اینی کمک است از طریق هنر برای مردم. خب اینمی پوینت های از در کرکتر شما که شما محبوب هستین و نه تنها مردم عام شما را دوست دارن، بلکه من میبینم کمی خود هنرمندا چقدر شما را دوست دارن، برای شما احترام دارن. و آهنگایی که شما اجرا میکنین معمولا همش بسیار شاد است، یعنی آهنگایی است که با پایکوبی همون جان است. ایره خودتان یعنی این آهنگا را خوش دارین، دوست دارین یا چطور است؟ و بسیار ناگفته نمانه که خوب هم اجرا میکنین این آهنگای قرسک، قطغنی، دمی چیزایی که جوانا به اندازه دوست دارن. خب آهنگای شاد یکی خود زیاد به حساب محافل و گپایی که میخوانیم و علاقه مردم ما زیادتر است، ولی اگه من استثناء از یه آهنگایی که شاد میخوانم آهنگای آرام هم دارم، بعض پارچه‌های غزل است که خواندیم ثبت کردیم دیگه، کوشش میکنم همیشه که به تمام ذوق‌ها بخوانم تا حد امکانش، اما قدر یک تواناییش است دیگه. به گفته شما آهنگای شاد زیادتر شده نسبت به آهنگای آرام. اما آهنگای آرام را که خواندین امی آهنگ مادر را اگر در موردش معلومات بتین، من به اندازه آهنگ دوست دارم، شعرشان به اندازه زیبا است و کمپوزش و رقمی که شما اجرا کردین. آهنگ مادر شعرش از دکتر صاحب محترم عباین مروت است که یکی از بسیار دوستای خوبم و مثل برادرم از خود تا ممرایشان بلا ما برشان اعترامات تقدیم میکنیم. سار یک شعر مقبول جور کرد برام، آهنگش را ثبت کردیم و کلیپ هم شد در کابل. خوشبختانه که مورد پسند کسایی که دیدن و شنیدن قرار میرم که من تشکری میکنم از مروت صاحب. بغیر از آهنگ مادر چندین آهنگایی است که برای ما شعر و کمپوز داده و همیشه برای کمک کرده. و یکی از آهنگای دیگه ایتان که از آهنگای آرام است امی آهنگ میشه نمیشه. آهنگ میشه نمیشه از محترم امیرجان صبوری است که مرا بسیار کمک کرده و بسیار دوستش دارم، احترامش دارم دیگه. آهنگای بسیار خوبم از محترم صبوری صاحب است که او را هم در تاشکند موزیکش جور کردیم، ویدیوش هم اونجا شوت شد. و دیگه از محترم استاد محترم زهرجان باختری باید تشکری کنم که بسیار مرا کمک کرده. بسیاری آهنگای مثال آهنگ سبزی ندلبر و بعضی آهنگای غزلی که داده برام از اون هم راستی که بسیار یک سبک مخصوص خود دارن و آهنگای به اندازه زیبا تهیه کردن. چی گفتین چون هم صبوری صاحب دوست دارین هم بینیندار دوست دارین، ما هم بعدتان نمیم امی آهنگ میشه نمیشه را یک زمزمه بکنیم؟ میشه. خیلی دوستا میریم به طرف استیج که تعمد شا جان با ما باشین. خب احمد شا جان عزیز، احمد یک گیتار جانانه دیجا هست دیگه، ما هم گوش هستیم. آه این میشه سپرد با خدا.
فکرین سفر اثرم بدر میشه اول سفر آخر سفر میشه یار به خبر کوچه و گذر از دلم خبر میشه هستی و نر چوشی رو شکر یار هم دیگر میشه مرا باغز لحظه ها به سر و صدا گریه می شود در گلوی ما فکر این سفر اثرم بدر میشه اول سفر آخر سفر میشه یار به خبر کوچه و گذر از دلم خبر میشه هستی و نر چوشی رو شکر یار هم دیگر میشود دست آشنا بین روی ما از برای ما پل نمیشود فکر این سفر اثرم بدر میشه اول سفر آخر سفر میشه یار به خبر کوچه و گذر از دلم خبر میشه هستی و نر چوشی رو شکر یار هم دیگر میشه خب دوستا قراره که دیدین آهنگ به اندازه زیبا یک جان سپاس خواهش که ایره اجرا کردین برای ما احمد شاه جان من فکر نکنم در افغانستان کسی باشه که آشنایی نداشته باشه با آهنگای احمد زاهر مرحوم و دوست نداشته با آهنگای از اونا کسایی که بزرگ شده و خاطرات تکی داره شما چطور؟ خب مرحوم احمد زاهر طبعا که من دوست دارم و از مطفلیت میشنیدم علاقه من آهنگایش هستم آهنگای مندگاری داره که هیچ وقت کنه نمیشه هر قدری که میشتیم بازم میگیم شنیده بریم زنده باشین من چون خودم هم رویش شاد داشته باشه آمین و هنرمند هستن که راستی جاویدان و همیش زنده هستن در قلبای هم اگه جای دارن من خودم به اندازه از علاقمندایشان هستم و از این خاطر در پروگرام میخوایم یک بخشش چون معلومات خودم رو میخوایم زیادتر شود یک بخش در مورد احمد زاهر جان صحبت کنیم چون شما هم آهنگایشان بلد هستین احمد زاهر جان هم یک قرصک جانانه خوانده بودن بله کدام آهنگ بود؟ آهنگ دو بریم به سنگران جمله خوبانه مجست اگر کمک همون تا زمزمه بارو ای چیز بکنین خوبشتر از دا بریم به سنگران جمله خوبانم اوجه است
همگی بلبل و گل یار قدر دانم جد. بسیار مقبول. در کدام از آهنگای احمد زاهی جان کلمه دلبر استفاده شده؟ یک آهنگشان دلبر. خودت تا ماندیم سوالای مشکل به خیالم برای من بکن. چون از خود هستی نه؟ او دلبر اگر تو یار من باشی تو مونس شام تارم. نه 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 به مرقمش. او دلبر اگر تو یار من باشی او مونس شام تارم باشی. وام خدا. یعنی یک آهنگ، دو آهنگ پشتویی که احمد زاهی جان تهیه کرده بود. شروع از دگاه شکی که تیز دو آهنگ بود. چون تعداد آهنگ های پشتوی احمد زاهی جان کم است. از خاطر که گفتم به خودت مشکل تر شوه. یکی خواهنگ لارشننگر هار. بله. لارشننگر هار ده کم ستور ما ترولا تازه تازه گلونه دری سالور. یکی هم او بدر ترولم صاب در تپخم در زم در سر خانه. نام خدا راستی که از دوستدارای احمد زاهی مرحوم هستیم. اما فیزیم خوب است هم از دوستدارای مرحوم احمد زاهی. و همچنان ما خودم هم و میدانم که شما هم به اندازه علاقه من به آهنگای پشتو هستیم. بله بله. و شما هم خودتان آهنگای به اندازه زیبا پشتو را لایف هم اجرا میکنین، آهنگای دیگه هنرمند داره و آهنگایی که خودتان هم خوندین. اگه معلومات بتین که چون خب در آهنگای پشتو کی کمک میکنه شما را و آهنگای پشتو ما پیش استاد یار محمد که بسیار استاد خوب، یک دوست خوب است و بسیار یک شخصیت خوب است که من بسیار دوست دارم. ما درس کلاسیک میگرفتم استاد یار محمد، باز در آهنگای پشتو من زیاد کمک میکرد و برای من یکی دو داستان ساخته و یکی دو سه پرشام آهنگای لایت پشتو ساخته که ثبت کردیم. استاد یار محمد برای ما زیاد کمک میکنه و همیشه کمک برشان داره. سلام و احترامات تقدیم میکنم. راستی که یک شخصیت به اندازه مهربان، شکست نفس و اونا هم همگی دوستشان داره، برشان احترام دارم. من خودم همچنان. شما چور زدین اجازه است من یک سوال کنم از شما؟ او را خواهم پاس میکنم. نه نه دیگه پاس میکنم. سوال که کنم پاس میکنم. باشین چرا نه بفرماییم خیر آلخ شاید هیچ کس سوال هم نکنه نه؟ خیر سوال خود که دیگه من میکنم. شما هم خب میخوانین و مینوازین هم کیبورد هر میده بیاین خیر این حال یک زمزمه شما هم برای ما بکنیم و نه هم نگویی دیگه. من حتما زمزمه میکردم باید تلیمه حال بکنی چون من دوستای عزیز دیشب هم محفل داشتم، پریشب هم کنسرت داشتم دیگه، حال هم از یک پروگرام آمدیم. لطف دارین احمد شاه جان عزیز، به اندازه خوش شدم که این موقع رو مساعد ساختین که اینجا در این پروگرام سهم گرفتین و خوش هستم که با شما یک جای میمان بینندگان گرامی بودین. تشکر مسیح جان خند از خودت، از لطفت، از زحمت هایی که کشیدین و لطف کردین. امیدوارستم که کسایی که برنامه را میبینن و دیدن برشان جالب بوده باشه. انشالله که همیشه موفق باشی و سرفراز باشی. زنده باشین. دوستای عزیز ای بود پروگرام با سوپرستار عزیز ما احمد شاه جان مستمندی. در پروگرام آینده یک سوپرستار دیگه با ما می باشن. تا پروگرام آینده و خداوند بزرگ شما را میسپارم. خدا حافظتان. خب برنامه مسیح جان رسول یک برنامه بسیار جالب و دیدنی است، استثناء از این که شما با کسایی که مثال هنر موسیقی دارن یا هر هنری که دارن شما میتونید در بکگراند زندگیشان یا در بکگراند شخصیتشان که چی کارهایی کرده یا همین راجع به زندگی شخصیشان معلومات پیدا میکنین. به نظر من جالب است چون که از تلویزیون کل اگه میبینه فلان آواز خوان یا آهنگ خوانده و آهنگ جالب است که بفهمن که درس خوانده یا در کجا زندگی کرده، تولد در کجا شده. گپا جالب است که مردم درباره زندگی شخصی هنرمندا یا دیگه کسایی که شهرت دارن در هنر. خواهن شکر از ایام بخیر خلاج دیم از ای برام مسیح جان هم لطف کرد سوالکای مشکل خود نگاه کرد بردگاه. بسیار برنامه جالب بود، خدا کنه که بر شما هم جالب بوده باشه. خدا حافظ.